قبل از هر چیز من از فرصت استفاده میکنم چهارشنبه سوری رو تبریک میگم به هموطنانمون، همچنین سال نو رو که در راه هست و امیدوارم که سال خوبی برای همه باشه همراه با شادی و شادکامی، و همچنین تبریک میگم به شما آقای بهبهانی، همچنین به دیگر دوستانی که با شما همراه بودن و همه عزیزانی که در طول این سالها همراه بودن با میهن تیوی و حالا یک سال دیگر رو شروع میکنیم و امیدوارم که سال پرباری باشه برای همه و از جمله برای میهن تیوی. ببینید، مسئله‌ای که به نظر من بسیار بسیار مهمه در خارج از کشور، در واقع زمین بازی اپوزیسیونه، زمین بازی نیروهایی هستند که بل اجبار از ایران در خارج شدن و به اطراف و اکناف دنیا پرتاب شدن. ببینید، اینجا در واقع محلی است که ما از آزادی نسبی برخورداریم، اینجا محلی است که ما از در واقع امکانات نسبی برخورداریم برای اینکه بتونیم صدای خودمون رو به مردممون برسونیم، برای اینکه بتونیم اون چیزایی رو که نمیشه در کشور گفت، اون چیزایی رو که نمیشه در ایران گفت رو در اینجا بگیم. خب میدونید بسیاری از مردم ما در داخل کشور دوست دارن حرفهایی رو بزنن، دوست دارن صداهایی رو بشنوند که خودشون نمیتونن بگن. بنابراین رسانه ها در خارج از کشور میتونن این رسالت رو به عهده داشته باشن، رسانه ها میتونن صدای مردم رو انعکاس بدن، خواسته های اونها رو انعکاس بدن، آرزوها و آمال اونها رو بیان بکنن. ولی خب توجه دارید متاسفانه در خارج از کشور بسیاری از رسانه هایی که موجود هستند، به خصوص رسانه هایی که وابسته به دولت های اروپایی یا امریکا هستند، در واقع به اون رسالتی که به عهده رسانه های آزاده عمل نمی کنند. می دونید که در متاسفانه در خارج از کشور هم ما شاهد این هستیم که رسانه های وابسته به دولت ها مثل حالا بی بی سی، حتی صدای امریکا، و از طرف دیگه میبینید مثل رادیو فردا یا دویچه وله، رادیو فرانسه، میبینید همه اینها در واقع در خارج از کشور هم که نگاه کنید بیشتر در اختیار بخشی از نظامه یا در اختیار سیاست هایی است که بخشی از نظام خواهانش هست. من میبینید که بیشتر برنامه ها با اونها پر میشه. اگر اینجا و اونجا از دیگرانی که در واقع صدای متفاوتی دارن استفاده میشه، بیشتر برای جور بودن جنسه و بیشتر به خاطر اینه که یه تا حدودی یک توازنی ایجاد بکنن، ولیکن ساعات اصلی، برنامه های اصلی در اختیار اونهاست. متاسفانه ما در خارج از کشور هم امکان لازم رو برای اینکه با مردممون همراه باشیم، همگام باشیم، نداریم. شما میبینید حتی تلویزیون های مثل صدای امریکا یا بی بی سی که میبایستی انعکاس دهنده حتی نظرات دولت های مطبوع خودشون هم باشن، اینگونه عمل نمی کنن. شما ملاحظه بکنید فقط در صدای امریکا توجه بکنید، در طول این سالهایی که خود دولت امریکا سیاست تحریم اقتصادی رو دنبال می کرد، می بینید که تقریبا میتونم بگم اکثریت قریب به اتفاق کسانی رو که به صدای امریکا می آوردن کسانی بودن که مخالف تحریم بودن، بهتر از رژیم جمهوری اسلامی از منافعش دفاع میکردن یا از سیاستهای اونها دفاع میکردن، حتی برخلاف خود سیاست دولت امریکا. همین رو تا حدودی در بی بی سی هم ما شاهد بودیم، این رو میتونستیم در رادیو در واقع دویچه وله هم ببینیم یا حتی در رادیو فردا. در واقع سیاستهایی که دولتهای خود اینها پیگیری میکردن هم در این رسانه ها نبود. در اینجاست که میبینیم رسانه های مثل میهن تیوی چه رسالت مهمی رو به دوش میگیرن. در واقع اونها تلاش دارن که این جای خالی رو به سهم خودشون پر کنن. بنابراین اینجاست که ما متوجه
این فضایی که ایجاد شده میشیم و این دریچه‌ای که باز شده و ما از طریق اون میتونیم با هموطنانمون صحبت بکنیم و اون کمبود رو تا حدودی جبران بکنیم، چرا که این امکان در رسانه‌های بزرگ نیست یا به ندرت پیش میاد یا کمتر پیش میاد. ما نمیتونیم دست روی دست بگذاریم، نمیتونیم عرصه رو خالی کنیم، درست هم نیست این کار رو کنیم. به همین دلیل مجبوریم که در عرصه های دیگه، در زمینه های دیگه این کار رو دنبال بکنیم تا بلکه صدایمون به هموطنانمون برسه، صدای مردم ما، صدایی که لااقل انعکاس زیادی در رسانه های بزرگ نداره، از این طریق شنیده بشه. من فکر میکنم میان تیوی در طول 8 سال گذشته تا حدودی موفق شده که این صدا رو، هرچند نه اون حدی که نیاز هست، اما بالاخره به خونه های مردم ببره، بالاخره این صدا رو مطرح بکنه. و به همین دلیلی که شایان تقدیر هست و من به سهم خودم تشکر میکنم از آقای بهبهانی و همه دوستانی که این امکان رو به وجود آوردن که میهن تیوی به عنوان یک رسانه در میان دیگر رسانه ها باشه و بتونه لااقل صدای بخشی از اپوزیسیون رو یا صدایی رو که کمتر شنیده میشه رو انعکاس بده.